زندگی در زندان به قلم محمد نوریزاد، قصه 16 بازجوی مهربان. در زندان اطلاعات مشهد بازجو با من مهربان بود، جوری که هرچه من بر نظام و گندهای نظام میتاختم و هست و نیست ملایان مفتخار و سرداران اسرائیلی داخل سپاه میگفتم، به اینکه شما اطلاعاتی ها حتی در بازداشت ما 14 هیچ اختیاری از خود نداشته اید و اتاق فکر تهران که در رأسش شیخ حسین طائب آدم کش اطلاعات سپاه است، این راه را پیش پای شما نهاده، تنها و تنها می شنید و چیزی نمی گفت، از خاطرات خود فراوان گفت که چه روزها و چه شبهایی را در رشته کوههای مرزی در پی قاچاقچیان افغانستانی گذرانده، از اینکه وزیر کشور یک روز آمده به آنها التماس کرده که ناجا یعنی نیروی انتظامی حریف قاچاقچیان نمی شود، بیایید و ما را در مبارزه با قاچاق کمک کنید. به وی گفتم این که شما به مبارزه با قاچاق ورود کرده اید مطلقا جز به وظایف شما نیست و شما از سر بیکاری و برای اینکه حقوقی را که می گیرید حلال کنید رفتید سراغ کارهای از این دست. گفتم سپاه کارهای اصلی اطلاعاتی و امنیتی را در اختیار گرفته و نرم نرم شما را به روزی در انداخته که کاری نداشته باشید جز کارآفرینی برای خودتان. به وی گفتم وقتی خود وزارت اطلاعات در ترانزیت مواد مخدر نقشی ایفا می کند و رسماً شیخ علی فلاحیان به این نقش اعتراف می کند و سپاه سهم بزرگی در قاچاق مواد مخدر و ارز و کالا دارد و از 80 اسکله بی نام و نشان خود انواع و اقسام کالا را وارد کشور می کند و بر حجم تورم می افزاید و مالیات نیز نمی پردازد، شما چه مبارزی با قاچاق تریاک و هروئین و شیشه و کرک می توانید داشته باشید؟ در همین هنگام صدای بلند آقای سید هاشم خواستار را شنیدم که با صدایی بلند و پرخاشگرانه صحبت می کرد. خواستار چون شیر می قرید و بازجویش نطق نمی کشید. صدای آقای خواستار از دو سلول بازجویی آن طرفتر می آمد و آنقدر بلند و خشمادین بود که بازجوی من لبخندی زد و گفت آقای خواستار است. گفتم بله، من آقای خواستار را بسیار نیکتر از شما می شناسم. مانده اید که با خواستار چه بکنید؟ بزرگترین سناریویی که برای خراب کردن خواستار از اتاق فکرتان بیرون زد این بود که او را در بیرون مشهد داخل آمبولانس بیاندازید و ببریدش به تیمارستان تا او را دیوانه قلم داد کنید، اما ورق برگشت و این خواستار بود که پیروز و سرفراز از آن سناریوی ناجوان مردانه شما به در آمد. به بازجو گفتم ما 14 بودیم که بیانیه نه به جمهوری اسلامی را امضا کردیم و خواستار استعفای آقای خامنه ای شدیم. شما با بازداشت 6 ما در مشهد و دیگرانی چون آقای مهرگان، واحدیان شاهرودی و محمد مهدوی فرد در تهران و کاشان به اشتباه بزرگی پای نهادید. پرسید چرا؟ چه اشتباهی؟ گفتم هر یک ثانیه‌ای که ما در بازداشت شما باشیم به نفع ماست و به ضرر شما. بازجو با چهره‌ای شکست خورده گفت بله، این حرف شما رو آقای سپهری هم به ما میزند. مثلا آقای سپهری که از امضا کنندگان بیانیه یا 14 و یکی از 6 که در مشهد همراه ما بازداشت شد، گفته که عمر این نظام تمام ما بینگان برقرار شده. آقای محمد حسین سپیری گفته که عمر این نظام زیاد زیاد دوام داشته باشد، 1 است و ما به خاطر برخورد خوبتان ورق که برگشت هوای شما را خواهیم داشت. به بازجو گفتم من هم با آقای سپیری موافقم که ما در فردای جمهوری اسلامی با شما بدرفتاری نخواهیم کرد، چرا که اگر در میان شما هیولاهایی هم هستند ما برخورد قانونی و انسانی را پیش روی فردای شما خواهیم نهاد و چون شما با شما رفتار نخواهیم کرد. به بازجو گفتم بیایید یک امتحان کنیم ببینیم شما اطلاعاتی ها چقدر شهامت دارید.
با سرداران ایرانخوار در بیفتید. به او گفتم ما اکنون 14 نفریم که در مشهد بازداشت شده، 4 خانم و 10 مرد. یکی از ما 10 نفر جوانی است به نام جنگی که من نیم ساعت بود که او را دیده بودم و پیش از آن او را نمی شناختم. معتقدم قد و بالای آقای جنگی جوان را باید طلا بگیرید و مجسمه اش را در یکی از میادین مشهد بگذارید به عنوان جوان نمونه. گفتم این جوان بازرس استاندارد بود. با 2 نفر از همکارانش می روند سمنان تا از کارخانه سیگار کنت تمام با زندان برقرار شده. تمام زندی زندانی می باشد. آقای جنگی با 2 نفر از همکارانش می روند سمنان تا از کارخانه سیگار کنت که متعلق به یکی از گنده هاست بازدید کنند و برایش مجوز استاندارد صادر کنند. جنگی به من گفت آقای نوریزاد ما رفتیم و در انبار متوجه شدیم که سیگار کنت را با نصف توتون و نصف همین کارتون ها و مقواهایی که از خیابان ها جمع آوری می کنند در هم می پیچند و بسته بندی می کنند و به دست مردم می دهند. به بازجو گفتم جنگی و دوستانش مجوز استاندارد را امضا نکردند. مدیر کارخانه 3 چک 2 میلیونی به آنان رشوه می دهد نمی گیرند و بیرون می روند. البته چند روز بعد عده‌ای دیگر می روند و آن چک ها را گرفته و مجوز استاندارد را امضا می کنند. گفتم این یک خبر اطلاعاتی است که من مجانا در اختیار شما می گذارم. بروید دنبالش ببینیم جرأت دارید مدیر سیگار کنت را بازداشت کنید. نمی توانید. اما جنگی اکنون در زندان شماست و مدیر دزد آن کارخانه لای پرقو و شما عرضه برخورد با او را نداری. 27 خرداد 99 محمد نوریزاد.